به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام بیننده های عزیز، امید دارم جور صحتمند سلامت بوده و بیننده برنامه اقتصاد او پرمختک باشید. هموطنان عزیز، قسمی که از نام برنامه هویداست، هدف ما رشد صنعت، تشویق صنعتکاران و به تصویر کشاندن تولیدات داخلی یا از خود کشور می باشد. بیننده های عزیز، باید یادآور شوم که ما میلاد حدید امروز آمدیم به دومین نمایشگاه خدمات برتر ملی در قصر تاریخی دارالامان و اینجا به اقلام متفاوتی از تولیدات کشور به نمایش گذاشته شده. دوستان عزیز، یک چیز را که ما باید یادآور شوم و جا دارد که تشکری کنم از حکومت امارات اسلامی که واقعا در بخش صنعت کارکردهای بسیار خوبی داشته است. ما شما شاهد بودیم در سال گذشته نمایشگاه‌های بسیار خوبی را نادایر کردن به خاطر رشد صنعت و تشویق صنعتکاران. هموطنان عزیز، قبل از اینکه با صنعتکاران صحبت کنم در رابطه با تولیداتشان بر ما بگن، میریم با هم یک جا چند تصاویر زیبا را میبینیم و دوباره زود برمیگردیم. صلح و آرامش به خاک پاک افغان میرسد در کبیر خشک قلبم. بیننده های عزیز، تصاویر بسیار زیبایی را از این نمایشگاه با هم جا دیدیم که تولیدات داخلی کشور بود و واقعا انسان بسیار خوشحال میشه که کشور زیبای ما افغانستان در بخش صنعت واقعا پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته. بیننده های عزیز، آمده ایم و با یکی از کسان صحبت میکنیم که اینجا تولیداتشان را به نمایش گذاشتن. سلام بر شما، خسته نباشین، وقتتان بخیر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد زرک صاحب هم دی تاسو هم کې د شیخ خپل د تولیداتو په حق لمو معلومات ورکړئ. څه تولیدات لري تاسو؟ دغه مکمل څه تولیدات چې د ټول خپل وطني دی، خپل همدلته وطن کې جوړ د خپل فابریکا د همدلته. تاسو وایي چې تاسو تولیدات په کابل کې د نور ولایتو ته هم صادرات لري؟ او ټول تقریبا شپږو اتم ولایتو کې نمائندګیان لري. څومره خوشاله سندغه نندارتونونه په کابل کې فعال دي او څومره رضایت لري؟ ډیر خوشاله دا خو ډیره پیدا کوي چې وطنوال واقعا خبر شي چې واقعا موږ با کیفیت تولید لرو، ښه شی لرو، الله د نورو هیوادونو په کم ارزانه بیه موږ ترلاسه کولی شو. مننه. ما در این قسمت از برنامه براتون میخوایم که نمایش کاک به تصویر بکشانم و همراه با برادر صحبت میکنم که در رابطه با کاک بر ما بگن چی کاربرد داره و با کدام سایزها تولید میکنن. سلام، خسته نباشین. سلام علیکم. شما هم خسته نباشین، روز خوش. در رابطه با کاک بر ما بگین چی کاربرد داره؟ کاک کسب در زیاتر برای ساختمان سازی به کار میره که یک مواد بسیار کاملا بروز است که فعلا در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا استفاده میکنه و ما هم خوشبختانه تانستیم فابریکه زیر افغانستان تاسیس بکنیم تا هم ساختمان های سندرده بر مردم خود برمغان بیاریم که این عایق سرما، صدا و رطوبت هست و همچنان سبک هست، فضای کمتر اشغال میکنه و خوبی دیگه ایش که خیلی مقاومیم در مقابل زلزله هست. یعنی خدای نخواسته اگر زلزله در کشور شود، آسیب پذیری از این نسبت به خشت و دیگه مواد ساختمانی خیلی کم هست. واقعا بسیار عالی است. در رابطه با این بر ما بگین که با کدام سایزها شما تولید میکنین کاک را؟ ما کاک را اصل بلوکر، ما دو نوع بلوکر داریم، یکی 60 سانتی ضخامت هست، 3 متر طولش و 1 متر بر، و یکی دیگه شما هست 2 متر طول، 1 متر ضخامت، 1 متر بر. به این سایزها ما تولید میکنیم. باز نظر به فرمایش مشتری هر سایزی که بخوایم ما بریش میکنیم توسط دستگاه. خب فعلا در نمایشگاهی که شما هستین در رابطه به بر ما بگین که همچنین نمایشگاه ها چقدر تاثیرات مثبت در رشد صنعت دارد؟ برگزاری قسم نمایشگاه طبعا خیلی مفید واقع میشه، چون ما دمی امروز روز سوم است، دمی سه روز با اکثر هموطنان خود که گفتگو کردیم، اکثر اونها اصلا معلومات نداشت درباره کاک یا مثلا محصولاتی که ما اینجا تولید میکنیم و خیلی ایشون معلومات گرفت. 100% تاثیر مفید در بخش صنعت داره که هموطنان ما میفهمه که ما در داخل خود کشور خودمون همچنین صنایعی داریم، همچنین متریال‌های ساختمانی داریم و شاید اینا از این مواد استفاده کنه بعد از این در ساخت ساز تا اما ساختمان های بروز سندرده اینا برای فامیل و خودشان برمغان بیارن. تشکر از شما. خواهش میکنم، بخیر باشین. بیننده ها عزیز، صحبت برادر را شنیدیم که در رابطه با اهمیت کاغ و با اندازه هایی که تولید میکردن بر ما گفتن، واقعا بسیار عالی بود. بیننده ها عزیز، قبل از اینکه برم با مرحله دیگر و همراه با هموطنان ما صحبت کنیم که در رابطه با تولیداتشان بر ما بگن، میریم با هم یک جا چند تصاویر زیبای از این نمایشگاه را میبینیم و دوباره زود برمیگردیم. وحشت چیده گردد زین دیار، میگریزد جیش کفر و فوج ایمان میرسد، گرچه دشمن کرده زخمی زادگاه همراه. ولی شکر بیننده های عزیز، قسمی که شما هم در تصویر میبینید در غرفه که ما قرار داریم اینجا پروسس آب میوه است یا هم میوه‌جات است و شکل جوس نام میخوان که پروسس کنن. سلام و خسته نباشین، میشه شما در رابطه با تولیداتتان بر ما بگین؟ خوش آمدین، شعیب هستم، یکی از فروشنده شرکت امید بهار در ولایت کابل. در رابطه با تولیداتتان بر ما بگین، در ولایت کابل تولیدات دارین و با کدام نوع؟ ما خب استاندارد عالی داخل کشور دیگه به این سیستم استاندارد عالی کسی تولیدات داخلی در بخش لبنیات نداره و ماشینری چیزا که است به سیستم ما از ماشینری ایتالیایی است و دیگه ما بدون از اینکه که مثلا در لبنیات جز کار میکنیم فعلا یک ماه یک نیم ماه بعد دیگه تولیدات هم داخلی تولید میکنیم در بازار عرضه میکنیم. و یکی خوبی ما که داریم این است که ما در بخش لبنیات همو هر اندازه، هر قسم شیر، هر قسم لبنیات که مردم ضرورت داره ما برش عرضه کرده میتونیم. یک خوبی دیگه شی است که از لحاظ کیفیت و استانداردش که ما تقریبا 4-5 جنسش به کشورهای آسیای میانه هم صادر میکنیم، از جوس و هم از شیر و قیماق و چیزا لبنیات ما اونجا صادرات داریم. شما گفتین که فروشنده هستین، در رابطه با این بر ما بگین، هموطنان ما که از تولیدات وطنی استفاده نمیکنن چی گفتنی دارین برشان؟ خود راست که آگاهی مشکل آگاهی است، به خاطر از اینکه اکثر مردم نمیفهمه که داخلی است یا خارجی است. سابقه کلش از خارج امپورت میشد، از خارج وارد میشد، دیگه اکثر مردم ذهنیتش کلش همون رقم است که باید شاید خارجی باشه. اینجا ما سر خوردیم، اکثر مردم آمدن و اصلا متوجه نبودن و گفتن که خو خارجی است، ما گفتن نه داخلی است و خودشون حیران موندن که چی، یعنی ما خیر به نام خارجی خریداری میکردیم. خب این نمایشگاه یعنی تقریبا بهترین عملی است که مثلا با هم تجارت تشویق میکنه و هم مردم تشویق میکنه که نمی تولیدات داخلی است و از تولیدات داخلی استفاده کنید. تشکر از شما. تشکر، سلامت باشید. بیننده های عزیز، در این بخش برنامه اقتصاد و پرمختک در یکی از غرفه های هستیم که اینجا تولید پاپر است. یک چیزی که ما باید یادآور شم، خوشبختانه در کشور زیبای ما افغانستان از کوچکترین چیز تا بزرگترین چیز ما تولیداتش داریم. پاپر تا به سیخ گل تا به بزرگترین تولیدات هم در کشور خود داریم. سلام و خسته نباشین، از شما هم میشنیم در رابطه با تولیداتتان. سلام به شما، خوش آمدید. میشه در رابطه با تولیداتتان بر ما معلومات بدین؟ بله، ما فابریکه تولیدی مواد غذایی است که برای فعلا فقط پفک تولید داریم و تا چند وقت آینده انشالله بیسکیت، چاکلت و بعض مواد غذایی دیگر هم انشالله تولید می داشته باشیم. این پفکایی را که ما فعلا در تصویر میبینیم با کدام مزه ها شما آماده میکنین؟ فعلا 5 طعم داره، طعم سرکه و لیمو، کچاپ، تند و تیز، ساده نمکی، همین طعم هاست برای فعلا، دیگه انشالله در آینده زیادتر هم میشه. هموطنان ما که در ولایت کابل هستند تنها میتونن که از محصولات شما استفاده کنند یا هموطنان ما که در ولایات دیگر هستند اونا هم میتونن؟ صادرات دارین یعنی به ولایات دیگر؟ بله، الحمدلله نمایندگی داریم، در اکثر ولایات نمایندگی داریم، از کابل صادر میکنیم به ولایات و نماینده ما است و تقسیم به بازار عرضه میکنن ان شاء الله. شکر از شما. بخیر باش. از بحر زخمش بوی درمان میرسد، کوچه و بازارها را خوش چراغانی کنید. یوسف گم گشتم آخر. بیننده های عزیز، در غرفه که ما هستم اینجا محصولات شرکت دولتی سلوی مرکزی است و واقعا قابل خرسندی است که سلوی مرکزی توانسته است که با انواع متعدد از مواد غذایی را آماده کنند و قسمی هم شما در دست میبینید یک کلچه بسیار خرد یا هم یک ناشتا است که واقعا من میفهمم که خوشمزه هم است. اینر صاحب اگر اجازه تان باشه قبل از اینکه سلام علیکی کنیم مزه از امیر هم ببینم. نرس جان سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ صحت من نرس جان. انجینر صاحب در رابطه با محصولاتتان بر ما بگین، با کدام نوع است و بیشتر کدام نوع به فروش میرسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محصولات ما که است برات از روت است، نان است، ناشتا است، دیگه ناشتای پنیری میگن، ناشتای خرمایی میگن که زود پخته میکنیم، دیگه کنجیتی میگن، دیگه کیک است، کیک کاکاوی است، اصلا قبلیم چیزا است. اجازه صاحب اگر اجازه تان باشه یک مایلش مزه شوینم. واقعا بسیار خوشمزه است. اجازه صاحب در رابطه با صادراتتان بر ما بگین، با کدام ولایت صادرات دارین؟ ما فعلا در ولایت صادرات نداریم. خب ما یک دو واحد داریم، هرات و قندار است که اونجا پخت میشه در خود ولایت. دیگه اونجا فروش داریم، دیگه اونجا همکاران هستن، فهمیدید اونجا پخته میکنن، دیگه مسئول خدمت هستن به وطن. انجینر صاحب در رابطه با فروشاتان برای ما بگین، هموطنان ما از کدام مواد غذایی بیشتر استفاده میکنن؟ دیگه فروشات ما خوب است، هموطنان از این ما هم ان شاء الله استقبال میکنن، میگیرن. اینجا فضا خدا فروش ما خوب است، دیگه همکارا خوش میکنن، هموطنان عزیز میان میبینن، دیدن میکنن، پرسان میکنن، دیگه میگیرن ان شاء الله. یعنی تولید سیلوس دیگه بمشریای ما هستن. در رابطه با خدماتتان بر ما بگین که با ادارات دولتی هم شما خدمات دارین؟ ادارات دولتی فعلا نداریم. خب شفاخانه است که امروزشون قرارداد داریم، نان دوباره توزیع میکنیم. دیگه شفاخانه ابن سینا است، رابعه بلخی است و چند شفاخانه دیگر است. دیگه پانتون کابل است که ما نان میتیم سه وقته. دیگه وزارت سرحدات هم است که ما نان میتیم. دیگه کوشش داریم که ان شاء الله از دولت میخوایم که حمایت بکنن تا وزارت داخله و دفاع قرارداد بکنه تا مسئولیت خدمت سازیم به وطن. تشکر از شما. زنده باشید، بخیر باشید. خواهش. بیننده های عزیز، ما هم از شما خواهش میکنیم که لطفا از تولیدات داخلی کشور استفاده کنین تا باعث رشد صنعت شود. بریم با هم یک جا ادامه برنامه را نیز میدیم. آخر بکن آن میرسد، مژده ای دل فیض یزدان میرسد، صلح و آرامش به خاک پاک افغان میرسد، میوزد از هر طرف اکنون شمال فتح است، روزگار ظلم و ظلم دیگر. بیننده‌های عزیز، در غرفه که ما هستیم اینجا محصولات شرکت دولتی اسپینزر است که در ولایت زیبای کندز موقعیت داره و واقعا که محصولاتشان بسیار زیاد شده. از انجینر صاحب هم در رابطه با تولیداتشان میشنیم. سلام و خسته نباشین، وقت شما بخیر. سلام و وقت بخیر. در رابطه با محصولات شرکت اسپینزر بر ما بگین که با کدام نوع است و به چه شکل است؟ بازم اول باید یک اسپینزر معرفی بکنیم. گرچه اسپینزر یک نام تاریخی داره و یک هویت تاریخی ما مردم افغانستان به شمار میره. در سال 1314 فعالیت خود آغاز کرد، در سال 1335 تا 39 یک دوره به حد طولانی و یک دوره پرافتخار داشت که تولیداتش تا سطح اروپا هم صادرات داشتیم و تولید میکردیم. بعد از آمدن جنگا اسپینزر دیگه با فعال نبود و بعد در حکومت بعد از جنگام دیگه اسپینزر به حالت خودش گذاشته شد تا اله آمدن امارات و رهبری جدید اسپینزر قندوز که ما بعد از دوباره تولیدات خود آغاز کردیم که تمام چیزایی را که می‌بینین تولیدات اسپینزر هستند. در رابطه با بر ما بگین که چقدر تغییرات آمده در تولیدات شما نظر به گذشته ها؟ بدون شک در گذشته ها اصلا تولید بند بود و ما ماشینری آوردیم، کارخانه ها را فعال ساختیم که حالا می‌بینین نام خدا تولیدات ما از یک قلم و دو قلم بیشتر از 10 قلم شده که تولیدات، چون یک پنبه است که از این پنبه مثلا رنگ تولیدات می، روغنش علاوه استفاده میشه، صابونش علاوه تولید میشه و حتی در آخر عمو کنجارش هم تولید میشه که او هم برای مردم یک تولید خاص است که برای مواشی است میکنن. اگر در رابطه با فروشات صحبت کنین، علاقمندی هموطنان ما را به خرید چگونه میبینین؟ هموطنان ما چقدر علاقمندی دارن که از شرکت اسپینزر از محصولاتش استفاده کنن؟ چون در گذشته های دور مردم افغانستان از محصولات اسپینزر استفاده میکرد و فعلا هم که من اکثریتی که من پرسان میکنن همو اسپینزر است. وقتی بگویم همو اسپینزر قدیم دوباره فعال شده، پس نیاز به این است که اونا پرسان بکنن کیفیت چه رقم است، خریداری میکنن. روغن شرکت اسپینزر با روغن هایی که در بازار است چقدر فرق میکنه؟ تقریبا تفاوت خیلی بالایی داره از هر لحاظ، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ کیفیت. از لحاظ کیفیت یک خوبی که روغن داره مواد کیمیایی نداره، خالص و تصفیه شده است، پاک است و از نوع سیه هم خیلی مقوی و خیلی صحی است. اما روغنایی که از بیرون از کشور وارد میشه طبیعتا مواد کیمیایی دو استفاده میشه که مواد کیمیایی خودتان بهتر از من میفهمین که امراض به بار میاره. اما یک از نه در کنار از اینکه امراض به بار نمیاره، فواید خاص خودم داره. تشکر بسیار زیاد. شما خوشحال شدم، تشکر از شما. بیننده های عزیز، صحبت انجینر صاحب در رابطه با محصولات شرکت اسپینزر با هم یک جا شنیدیم که به چه شکل بود و با کدام اقلام اینا تولیدات داشتن و جا دارد که ما هم از مسئولین شرکت اسپینزر تشکر کنم که به خاطر رشد محصولاتشان واقعا کارهای بسیار خوبی کردن. بیننده های عزیز، میریم ادامه برنامه را نیز میبینیم. نسل میمون داشت اینجا اقتدار، شکر حق قدرت دوباره دست انسان میرسد، آیه های فتح و نصرت بار دیگر جلوه. دوستان و علاقمندان برنامه اقتصاد و پرمقطع، قسمی که شما را تاثیر میبینید، باز هم در یکی از غرفه های هستیم که اینجا تولیدات آب و دستمال کاغذی دستمالی که به خاطر پاک کردن آشپزخانه و دسترخوان استفاده میشه اینجا است. پس خوب است که از برادر در رابطه با محصولاتشان یا تولیداتشان بشنم. سلام و خسته نباشین، وقتتان بخیر. اول خو میشه در رابطه با می آب بر ما معلومات بدین که واقعا بوترش هم خیلی ظریف و زیباست. سلام به شما به بینندگان تلویزیون ملی. اسم وحیب الله فضلی هستم. در بخش آب مدنی یا آب ما دیزاین نو است که به شکل دو سرپوش داره و این یک نوآوری کردیم. ما یگانه شرکت دمسات افغانستان یک نوآوری ما کردیم. واقعا مدیر صاحب بسیار شفاف هم است آبش. دوستا شما میبینید که آب بسیار شفاف و صحی هم است. انجینر صاحب در رابطه با محصولات دیگرتان بر ما بگین. دستمال کاغذی و کاغذ تشناب که اینجا هست بر ما میشه معلومات بدین. این دستمال کاغذی ما تولیدات ما دستمال کاغذی داریم، رول آشپزخانه، کاغذ تشناب و ناپکن. اینا تولیدات ما در بخش کاغذ بابی هستند و دیگه بخشای دیگه که داریم دایپر است. دو برند داریم که تولیدات وطن از خود ما تولید میکنیم. انجینر صاحب هر تولیدی که باشه کیفیت بسیار مهم است و هموطنان ما هم علاقمند این هستند که از شما بشنوند در رابطه با کیفیتتان بر ما بگین که محصولاتی که اینجا آوردین دارای کدام کیفیت است. کیفیت ما 100% در بخش دایپر 100% نخ کار میکنیم و در بخش دستمال کاغذی ما که 100% ورژن است ورژن کار میکنیم. آب معدنی ما که 0 سدیم تولید داریم. انجینر صاحب در رابطه با صادراتتان بر ما بگین. به کدام ولایت شما صادرات دارین یا تنها در ولایت کابل تولید دارین و هموطنان ما که در ولایت کابل زندگی میکنن میتونن استفاده کنن یا خیر؟ ما در ولایات هم در 20 ولایت فعالیت داریم از جمله قندار، مزار، هرات و همچنان پل خمری، اینجا جلال آباد. اینا نمایندگی داریم، نماینده فعال داریم در اوجم و در مرکز هم کس ما در شمس مارکت مندهی ما نماینده داریم. تشکر از شما. زنده باشین. تشکر از شما. سلامت باشین. بیننده های عزیز با هم یک جا شنیدیم و دیدیم که برادر در رابطه با محصولاتشان بر ما گفتن و در رابطه با آبی که واقعا بسیار شفاف است. میریم ادامه برنامه را هم میبینیم. بیننده های عزیز در غرفه که ما هستم اینجا تولید نمایش پایپ پلاستیکی است. پس خوب است که از انجینر صاحب در رابطه با محصولاتشان بشنویم که بر ما چی گفتنی دارند. سلام و خسته نباشین، وقت شما بخیر. خوش آمدین. خوب خواستین جان جور. تاسو هم کیده شیخ خپل تولیدات به حق لمون ته معلومات ورکړئ. مونږ خو چې د پولیتلین پایپ د چې ایچ ډی پی ورته مخخف ویل کیږي دا مونږه تولیدو په پارکای صنعتي پلچرخي کې زموږ فابریکه د 16 ملي کتري پایپ نه واخله تر شین انچو پورې مونږ تولید لرو. یواز تاسو پایپ تولید لري خپل فابریکه کې نور شان هم تقریبا کال نیمه شو چې مونږ واټر میټر باکس چې ده دا هم تولید شروع کړی دی. مونږ د پایپ د کیفیت په حق لمونږ ته معلومات ورکړي په کوم درجه باندې ده کیفیت؟ خو دې د دې خپل ټیسټونه دي. مونږ خپل انکشاف او وزارت مخابرات شهرسازي مختلفو ادارو سره کار کوو دولتي ادارو سره. نو ان شاء الله چې هغوی مطمئن دي او دا هر وزارت یا ریاست چې وړي دا ټیسټ اول ټیسټ کېږي بیا یې وړي. موږ یعنې تاسو بیرته هغه مثبته فیدبک هم تاسو لري، یعنې خلک غواړي چې ډېر واخلي؟ هو بلکل همداسې ده. شما در رابطه به یې بر ما بگوین که پایپ را شما به کدام رنگ ها تولید میکنین؟ فقط هم یک رنگ است یا خیر؟ پایپا را خو ما به یک رنگ تولید میکنیم. خو ولې خطایش که هسته این مختلف است. حالی این خط برای هر شرکت مخابراتی مختلف ما میزنیم. این سیلیکان است، 40 میلی پایپ است، برای فایبر است. حالی پایپ که است این رنگ برای آب است. برای آب است. برای آب است. تنها اینمی خط برای آب ما میزنیم و شرکت مخابراتی که است هر رقم رنگ خود داره. شکر بسیار. سلامت باشد. از زمین و آسمان تفسیر قرآن میرسد. طالب بی کس چو ایمان داشت آخر شد قوی زان که الطاف خدا بر اهل ایمان میرسد. قول مغرور. سلام وقت شما بخیر. میشه در ابتدا خود معرفی کنید؟ سلام شما خوب هستین؟ سعادتمند تامین امیری هستم. مدیر صاحب از شما در رابطه با محصولاتتان میشنویم. بر ما بگین که پامپرس تولید دارین؟ بله ما فابریکه تولیدی هستیم. موقعیتش در شهر کابل است. دایپر به خاطر اطفال و نوار بهداشتی به خاطر خانم است. با یک ماشینری بسیار استاندارد خوشبختانه ما توانستیم که رضایت مشتری خود را جذب کنیم. در رابطه با تولیداتتان بر ما بگین که با کدام سایزها شما تولیدات دارین؟ از نوزاد گرفته تا مثلا تا 6 ساله 7 ساله اینا ما میتونیم تبلیغ کنیم، ماشینری ما قادر. بسیار خوب. در کدام ولایت شما نمایندگی دارین؟ در ولایت مختلف، نه تنها در ولایت بلکه خوشبختانه چون که ما صادرات داریم حتی یک نماینده خارج از کشور هم داریم دیگر. شما در رابطه بایی بر ما بگین که به خارج از کشور هم صادرات دارین، صادرات شما در نقش رشد صنعت چقدر مهم بوده؟ 100% خیلی رشد داره. حالا این افتخارش نه تنها به خاطر شرکت ماست بلکه به تمام هموطنان ما هست که به اسم افغان یک شرکت وقتی که همین یک احساس در درون کل ما موجود است که یک محصول ما یک وقت قادر نبودیم حتی سوزن بسازیم. حالا خوشبختانه او زمانا گذشته که حالا ما میتونیم دایپر هم یک محصول بسیار خوب است. یک طفل که از ابتدا از روز اول از لحظه اول که به دنیا میاد یک چیز ضرورت شد، ضرورت اولترین ضرورت ما بر جامعه تقدیم میکنیم. وقتی که خارج هم از استفاده میکنه به نام افغان دیگه افتخارش به هم ماست و سر صنعت ما چقدر رشد داره، بسیار رشد عالی داره. مثلا ما اونا به نام افغانستان یاد میشن استفاده. بله، به نام تولید افغان یاد میشه. بله، به نام تولید افغان یاد میشه. افتخار. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشن. صلح و آرامش به خاک پاک افغان میرسد در کبیر خشک. بیننده های عزیز، در یکی از غرفه های آمدیم که اینجا محصولات چای است و در کشور خود ما تولید میشه و هموطنان ما زحمت میکشن، عرق ریزی میکنن به خاطر تولید این گونه چای. چای بسیار شفاف و عالی باش که مزهش هم ببینیم انجینر صاحب. واقعا بسیار خوشمزه است. انجینر صاحب، در رابطه با تولیداتان بر ما بگین، در کدام ولایت هست و چقدر زحمت کشیدن به خاطر تولیداتتان؟ تولیدات ما وطنی است، مربوط ولایت هرات ما شما میشه، در هرات تولید میشه و نمایندگی ما در گلبهار سنتر میباشه. انجینر صاحب، به کدام طعم ها شما چای آماده میکنین؟ از ما فعلا خود دو طعم داریم. یک طعم داریم طعم بله یعنی تم ماکست، دمنوش هم است، چای است، ایل از زعفران، دالچین است، میخک است و دو نوع گیاه کوهی است که در ترکیب شده برای رفع خستگی و آرامش اعصاب است که زیاتر هموطنان ما از این استفاده میکنن. و یک نوع دیگه چه داریم برای عظمت غذا و دمش میده میباشه، چای چیز است، نعنایی است، بسیار خوب است، این را از خاطر استفاده میکنن. بله، محصولاتان به یک رنگ است یعنی فقط چای سبز دارین؟ چون ما اینجا چای سبز دیدیم. یا چای سیاه هم دارین؟ متاسفانه چای سیاه نداریم. خب ما کوشش داریم که در جریان هستیم که چای سیاهش هم منظم به هموطنان ما به زودترین فرصت در دسترسشان قرار بدیم. دیگه فعلا همین چای سبز داریم، دو نوعی که براتون گفتم، یکی به آرامش معده است و یکی دیگه هم به رفع خستگی و آرامش اعصاب است. تشکر بسیار. قربان شما. بعد طوفان‌های شنگار باران میرسد این شب. بیننده های عزیز و علاقمندان خاص برنامه اقتصاد پرمختک، در غرفه‌ای که ما هستیم اینجا اتحادیه ذوب آهن کابل است و اینجا تولیداتشان خواستن که به نمایش بگذارند. از انجینر صاحب در رابطه با تولیدات سیخ گل میشنویم که در کشور زیبای افغانستان چقدر رشد کرده است. سلام خواستن باشین، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدین. در ابتدا میشه خود یک معرفی هم کنین و در رابطه با تولیدات سیخ گل بر ما بگوین. بسیار تشکر. امیدالله قاسمزی هستم، مسئول اداره اتحادیه فابریکات ذوب آهن افغانستان. قسمی که شما هم میبینین اتحادیه فابریکات ذوب آهن متشکل از 42 فابریکه تولیدی است که در 5 ولایت افغانستان فعالیت داره. بزرگترین سکتور در سطح افغانستان است که بیش از 60000 نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم در این سکتور فعالیت داره و در 5 بخش ما تولیدات داریم که سیخ گل، گادر، انگلارن، تیارن و چینل است و الحمدلله در این سکتور مکمل ما به خودکفایی رسیدیم و نیاز به واردات خارجی هم نداریم. تولید سیخ گل کشور ما چقدر خودکفا شدیم از لحاظ تولید سیخ گل و ذوب آهن؟ الحمدلله فعلا مکمل ما به این سکتور 5 قلم مواد که قبلا یادآور شدم مکمل با خودکفایی رسیدیم و نیاز به واردات هم نداریم و حمایت امارات سمی افغانستان با ما در قسمت تعرفه، در قسمت قیمت گذاری و در قسمت کنترل واردات بسیار زیاد است و امیدوار هستیم این حمایت ها ادامه پیدا بکنه تا اینکه بتونیم به کشورهای آسیایی میانه و به کشورهای جنوب آسیا صادرات نیز داشته باشیم. تشکر بسیار. گردد تمام گر کنی اندک تحمل شمس تابان. سلام بر شما، وقتتان بخیر. میشه در رابطه با محصولاتتان معلومات بدین؟ چرا که نه، حتما. ما در اینجا روغنیات به مثل زدیخ توسکا، مبلایل عربی 7 ستاره مان، مبلایل روسی سگما و هایدرولیک سگما را روسی داریم و همچنان ویکوم جبال شیمی در افغانستان با بهترین کیفیت و پایینترین نرخ. از شما میشنیم در رابطه با این بر ما بگوین که همچنین نمایشگاه ها چقدر تاثیرات مثبت در رشد صنعت و تشویق صنعتکاران دارد؟ البته که داره، چون که هر کسی که یک برند را یا تولید میکنه یا وارد میکنه میاره به ایجاب در اشتراک میگذاره. تلویزیون های مثل خودتان میاین ایجاب ازشان گزارش میگیرید و ایره نشر به تمام افغانستان میکنین و این یک تاثیر بسیار مثبت داره در رونق پیدا کردن جنس شخص. تشکر بسیار. قابلش نیست. دوستان و علاقمندان برنامه اقتصاد پرمختک، آهسته آهسته رسیدیم به لحظات ختم برنامه و ناگزیر که با شما خداحافظی کنم. قسم هم که شما دیدین، امروز آمده بودم به قصر دارالامان و اینجا دومین نمایشگاه خدمات برتر ملی به خاطر رشد صنعت و تشویق صنعتکاران راه اندازی شده بود. هموطنان عزیز، یک چیزی را که باز هم ما باید یادآور شوم، واقعا که نمایشگاه ها تاثیرات بسیار مثبت در رشد صنعت داره و حکومت امارات اسلامی واقعا که کارکردهای بسیار خوبی در رشد صنعت کرده است. هموطنان عزیز، تا برنامه بعدی که باز هم من میلاد صدید در خدمتتان قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا و نیاز مسپارم. وقت اوقاتتان خوش.